ادامه خبرها. زرخش حافظی تحلیلگر مسائل اقتصادی که از طریق خط اسکایپ از آلمان با ما وصل هستند. حافظی صاحب شما را به بس خوش آمدید میگم. پیش از اینکه بپردازیم به سفر آقای نورالدین عزیزی به چین، میخوایم از شما بپرسم که پروژه یک کمربند و یک راه چین چقدر میتونه که نقش تاثیرگذار روی وضعیت افغانستان داشته باشه و خود افغانستان چه نقش در این پروژه داره؟ سلام بر شما همکاران گرامیتان و همچنان بینندگان گرام قدر تلویزیون آریانا. یک راه یک کمربند که پروژه قرن نامگذاری شده، یک پروژه بسیار کلان است و در قدم اولی 812 میلیارد دلار برش بودجه تعیین کرده بودند، اما با بالا رفتن قیمت ها کفایت نکرد، ولی بیش از یک تریلیون دلار در این سرمایه‌گذاری صورت میگیره و این کشورهای مختلف را عبور میکنه با شاراهای بسیار کلان، موترو و ریل رو و میدانهای هوایی کنکشن فلایت ها را میسر میسازه و بنادر آبی. اگر افغانستان از طریق کریدور واخان در جنوب واخان به این کریدور وصل شود، ما میتونیم که از مزیت انتقالات به بسیاری از کشورهایی که در این مسیر قرار دارند حتی تا به شرق میانه هم استفاده بکنیم. بله، از دیرباز گفته میشه که بر افغانستان یک گام مثبت است که شامل پروژه شوه یا به نحو از امتیازات پروژه نفع ببره، اما آیا افغانستان در نقشه اصلی این پروژه قرار داره؟ متاسفانه در قدم اول اینا افغانستان شامل نکده بودن. یک خط از بالای افغانستان و یکی هم از پایین افغانستان، از کنار افغانستان، از طریق آسیای مرکزی و از طریق پاکستان یا با گوادر برده بودن جنوب و از طرف شمال به تاجیکستان و قزاقستان و قرغزستان و از این کشورهایی را عبور می دادن، می رفتا به یوروشیا و بالاخره به ترکیه می رسید. افغانستان یا کنار گذاشته بودن، در حالی که رای ابریشم اصلا از لحاظ تاریخی از افغانستان عبور می کرد و می کریدور واخان در گذشته‌های تاریخی سالهای دراز سبب انتقال تمدن‌ها بوده، سبب گسترش تجارت جهانی و منطقوی بوده، ولی از زمان اتحاد شوروی و چین کمونیست این راه بسته شده بود. حال خوشبختانه آهسته آهسته این راه باز میشه و ترجیح ما این است که راه مستقیم ما با چین باز شود، چون ما با چین سرحد داریم. بله، چقدر زمان در بر میگیره که حداقل افغانستان آماده وصل شدن به این پروژه شود و هم وضعیت سیاسی موجود در افغانستان و همچنان تاثیرگذاری قدرت های منطقه ای و جهانی، آیا افغانستان اجازه میده که داخل از این پروژه شود؟ افغانستان خو همسایه چین است، در پالی چین قرار دارم و 110 کیلومتر با همی شهرها وصل میشه و بسیار کوتاست، در بین کشورهای یک راه بسیار کوتاست و وقت توافق دو جانبه وجود داشته باشه و دولت چین دنبال رسمیت شناخته شدن این گفا نیست، به خاطر از اینکه اینا سفیر جدید خود که روان کردن تمام تشریفات دیپلماتیک انجام دادن و او اعتمادنامه خود رو برای رئیس وزرا داد که هیچ سفیر دیگه این کار تقبل نکردن از هیچ کشوری. این به این معنی است که اونا خواستن به نوعی از آنها سطح مناسبات خود ارتقا ببخشن و به هر صورت در مراودات بین المللی گپ معمول نیست، نمیشه، ولی در مراودات بین کشوری که دو کشور با هم توافق کنن، کشور سیومی که این کمربند از اون تیر میشه ایرا پاکستان است. پاکستان هم با چین رابط بسیار رسانه و خوب داره و بسیار قرضدار است از چین و گپ چین بالای از او بسیار میچله، میشه که چینایی وساطت کنن و ای را به هر صورت هر حکومتی که در افغانستان باشه ای از پروژه های بنیادینی است که به نفع افغانستان است و افغانستان از بسیاری جهات بی نیاز میسازه. ما مثلا به بندر کراچی دیگه نیاز نداریم، مال چینایی و مال جنوب آسیا، جنوب شرق آسیا، مال کوریا، کوریا جنوبی، حتی مال ژاپن و مال خود چین و حتی مال سنگاپور و هنگ کنگ از این طریق میتونه که داخل افغانستان شود و ما ضرورت به رای بحری دیگه نداریم، فقط از رای زمین میتونیم که ما نیازمندی های خود با یک ترانزیت سهل و آسان در طول یک هفته جنس از دور افتادترین نقاط چین به افغانستان وارد شده میتونم. اما شما میدانید که کارهای بزرگ اقتصادی بدون یک بستر سیاسی مناسب امکان ندارد
و باید افغانستان بر ایجاد یک بستر سیاسی مناسب با یک آدرس مقتدر مشروعی که با اعتبار کامل در جامعه بین‌المللی بتواند از حقوق اقتصادی، سیاسی و اجتماعی افغانستان دفاع کند ما نیازمند هستیم. بله، حالا وقتی که پروژه های بزرگ ترانزیتی دیگر مثل پروژه افغان ترانس که خط ریل را از ازبکستان از طریق افغانستان به پاکستان انتقال میتونه آغاز شوه، چرا نمیشه که با همین وضعیت سیاسی پروژه یک کمربند و یک رام در افغانستان آغاز شوه؟ افغان ترانس هم چون سرمایه گذاری از طرف خود دولت همسایه و دوست ما ازبکستان صورت میگیره و او تابع مقررات بین‌المللی نیست. اگر ما از طریق سیستم سویفت بین‌المللی انتقال پولی میداشتیم یا تکنولوژی را از دیگه جای میخریدیم، در او صورت این پروژه عملی شده نمیتونست. اما چون از زمان تازه شوروی در خود ازبکستان کارخانجات زوب آهن وجود داره که خط ریل میسازن، واگون میسازن و در تقسیم کاری که در بین کشورهای سوسیالیستی قبلی اتحاد شوروی بود، ازبکستان یک از کشورهای پیشرفته بود و دارای یک سلسله مواصفاتی بود که از جمله از او ساختن خط ریل و مینتیننس یا به اصطلاح حفظ مراقبتش است. از این خاطر ممکن است هنوز عملا شروع نشده، فقط در روی کاغذ است، ببینیم که چه وقت شروع میشه. بله، بازم اگر برگردیم در رابطه با پروژه یک کمربند و یک راه، هر از گاهی که بعض در این رابطه میشه تعداد از آگاهان میگه که ممکن نیست حالا به نحوه افغانستان شامل این پروژه شود، چون کوریدور واخان نقاط صعب العبور داره و نمیشه که از او یک راه درست ترانزیتی ساخت. این بحث چقدر به حقیقت نزدیک است؟ این راه کاملا از ریشه غلط است، بخاطر از این که شما جغرافی اقتصادی افغانستان و تاریخ اقتصاد افغانستان که بخوانین، این کوریدور واخان یک جای داره به نام سنگ چهارپاره. در این سنگ چهارپاره در زمان کریستوف کولومبوس آمده بود، از اینجا ببخشید مارکوپولو از همین مسیر رفته بود به چین و همو وقت همین سنگ چهارپاره چهارراه آسیا بود، از آسیای شرقی به آسیای غربی و از آسیای میانه به آسیای جنوبی و از یوروشیا به اروپا، از همین طریق و به نیمقاره هند انتقالات صورت میگرفت. و گذشته از این دوستان باید اطلاع داشته باشند که راه های سبل مروری بدخشان ساخته شده. حال فعلا ما در نزدیک واخان سرک قیر داریم، از بهارک تا به اشکاشم ساخته شده، یک 50 کیلومتر یا تا 55 کیلومتر راه مانده که به چین ما برسیم و با این یک راه یک کمربند خورای ما کوتاه‌تر است، بخاطر از این که این از طریق زیباک می آید. زیباک قسمت پایینی کریدور واخان است و ما او را سرک قیر داریم تا اون نزدیکی. او یک وقتی بود که بدخشان سرک های بزرگ داشت و هیچ موتری اونجا رفته نمیتونست. سال خوشبختانه با وسیله مشکلاتی که وجود داشت در 20 سال گذشته این سرک ها در مسیر پامیر ساخته شده. بله، جدیدن سرپرست وزارت تجارت و صنعت سفر داره به کشور چین و قرار است که در نشست ابتکار فرمت یک کمربند و یک جاده شرکت بکنه. شاهد از این بودیم که مقامات ارشد چینایی پس از تحول سیاسی به کابل سفر کردن و مقامات حکومت سرپرست افغانستان بارها سفرهای به چین داشتن. چیزی که متمایز می سازه روابط افغانستان با چین را نسبت به هر کشور دیگره، این سفرها چقدر میتونه به خاطر بسترسازی برای آغاز پروژه های بزرگ مثل یک کمربند و یک راه در افغانستان زمینه ساز باشه؟ افغانستان جاذبه های زیادی داره برای جلب نظر چین. افغانستان تمام عناصر موجود در جدول مندلیف داره در خود، از جمله فلزات نایاب و عناصر مهمی را که در تکنولوژی معاصر کاربرد داره، مانند لیتیم و مانند بعضی از عناصر دیگی که او در بسیاری از کشورهای دنیا وجود نداره، فقط در 5-6 کشور از 200 کشور دنیا وجود داره، در افغانستان هست. این چینایا به درستی میفهمن. تنها در مثل عینک علاوه به مس صدها رقم فلزات رنگی نایابی است که در دنیا او بسیار قلتش وجود داره و بسیار قیمتی است، حتی در سفینه های کیهانی از او استفاده میشه. بران چین بسیار علاقمندی داره که از لحاظ اقتصادی در افغانستان باشه،
و از لحاظ جیوپولیتیک و سیاسی هم میدانه که افغانستان دروازه هندوستان است و دروازه آسیای مرکزی است و دروازه یوروشیا است. به این خاطر چینایا علاقمندی سیاسی و اقتصادی و امنیتی به افغانستان دارن و از جانب دیگه خود ازا چون درگیری های معین با مسلمان های ترکستان چین دارن میخواهند که از طریق افغانستان مسئول و مطمئن باشند که به تمامیت ارضی چین یا به امنیت چین خطر واقعی نمیشه. به این خاطر اونا بسیار علاقمند هستند. دیگه هم سایه مامی رقم است. مثلا ایران هم بسیار روابط وسیع و گسترده با افغانستان داره، صرف نظر از این کدام حکومت اینجا هست. حکومت قبلی هم میره داشت، در حکومت ما قبل از اون روابط داشت و حتی با اپوزیسیون افغانستان هم میشه اونا روابط خوب میداشته باشن. پاکستان همچنان و چین هم یک قسم آسیای مرکزی هم قسم اینه. در همسایه ما یک کشوری نیست که منافع مشترک با ما نداشته باشه. این به حکومت ها تعلق نداره، این رابطه رابطه بین ملت هاست. بله، و چقدر میتونه که امی رابطه ها و همی علاقمندی حداقل چین برای افغانستان زمینه ساز از شوه که افغانستان در این پروژه بزرگ که نام شما مشاره کردین پروژه قرن مانده شده افغانستان را شامل بسازه؟ خب این خواست برکت جغرافی های اقتصادی ما و همون موقعیت جو استراتژی که ما هست. در نقشه دنیا افغانستان یک موقعیت بی‌نظیر داره و همی در بسیاری موارد سبب دردسر از او شده و سبب جنگ‌های نیابتی رقبا در داخل کشور ما شده، ولی ما میتونیم که همی بازی را تعویض کنیم و به عوض از اینکه رقابتی از یا در جهت و ایرانی افغانستان باشه یا در جهت آبادی افغانستان شود. ما از این مزیت‌ها با یک درایت سیاسی باید استفاده معقول بکنیم. افغانستان با این کشورها دارای یک تمدن تاریخی مشترک است. ما حوزه تمدنی واحد هستیم و همه کسایی که در اطراف ما هستند با اونا زبانهای مشترک داریم. در چین هم مردم هایی هستند که به فارسی گپ میزنند، در تاشقرغان یک جای میگن، کاشغر میگن، اونجا مردم های فارسی زبان هستند و در این زمان مسلمان هستند. به این اساس این علایقی وجود داره بین ما و علایق مردمی وجود داره. در گذشته بسیاری از همی مردمان بدخشان در اوجا ازدواج کرده بودن، اولادای مشترک دارن. این علایق کس نادیده گرفته نمیتونه. بله، سپاسگزار هستم از حضورتون آقای آذرخش حافظی از اینکه در بحث با ما بودین. سلامت باشید. و سپاس از شما که بیننده مجموعه خبری ساعت 8 بودید. خبرها در همین جا به پایان میرسد. خوب باشید.